درود و وقت بخیر میگم. امروز چهارشنبه 24 آبان 1402 و شما بیننده برنامه کیوسک از تلویزیون آریان هستید. ابتدا نگاهی میاندازیم به سطحیت چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران. روزنامه مردم سالاری این روزنامه به آلودگی هوای این روزها در ایران پرداخته و نوشته وزارت بهداشت هشدار داد خراش آلودگی هوا روی ریه مردم. کار و کارگر یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از اظهارات وزیر کار ایران گفته خود دولت مانع اصلی چانه‌زنی در مورد مزد کارگران بود. روزنامه جهان صنعت معاون بررسی های اقتصادی استان تهران الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان تهران را منتشر کرد. افول رفاه ایرانی. روزنامه اسکناس این روزنامه در گزارش ویژه با عنوان سهم نابرابری دولتی ها نقش نظام بانکی در مشکلات تولید در ایران را بررسی کرده است. روزنامه اقتصادی امروز با تیتر پرداخت وام های ویژه به بچه مثبت ها نوشته بانک ها در ارائه وام های خود به مردم تعلل و شرط و شروطی را تعیین می کنند که نتیجه آن این است پرداخت وام به هدف اصلی خود اصابت نکند. در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در ایران و شرق کردستان دست کم 500 تن از مبارزان در خیابانها با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جان باختند. امروز سالروز جان باختن 3 تن از این مبارزان در سنه و کامیاران است. کنشگران اجتماعی کارزار علیه فراموشی را با هدف گرامی داشت یاد جان باختگان راه آزادی و کسانی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی جان باختن را به راه انداختند. این کنشگران در شبکه‌های مجازی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جان باختگان راه آزادی بیاد می آورند که امروز سالروز جان باختن زانیار الله مرادی و عیسی بیگلری در شهر سنه و فواد محمدی اهل کامیاران است. عیسی بیگلری و زانیار مرادی در روز 24 آبان ماه در جریان خیزش انقلابی مردم سنه با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جان باختند. غروب همان روز فواد محمدی در کامیاران با شلیک نظامیان سرکوبگر جان باخت. بر اساس اعلام فعالان اجتماعی در شرق کردستان روز پنجشنبه این هفته یعنی فردا همزمان با سالگرد جان باختن این سه شهید مراسم گرامی داشت یاد حمید گلی، حسین عبدپناه، آرام حبیبی، شاه بهمنی و امید حسنی بر سر آرامگاه آنها در سنه برگزار خواهد شد. همچنین در کامیاران هم یاد فواد محمدی و برهان کرمی، در سقز و بوکان هم یاد جان باختگان روز پنجشنبه 25 آبان برگزار خواهد شد. صبح امروز واقعی فاجعه بار در شهر گیلان غرب در استان کرمانشاه رخ داد که طی آن دست کم 3 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته شیدا نوربخش از مقامات فرمانداری گیلان غرب ساعت 8 صبح امروز در یکی از محلات گیلان غرب مردی جوانی که از همسرش جدا شده همسر سابق و پدر همسرش را به گلوله بست. داماد سابق این خانواده پس از اقدام به این تیراندازی با مراجعه به درب منزل پدر همسر سابق خود مادر همسر خود را نیز به گلوله بست. مادر و دختر هر دو جان خود را از دست دادند و اوضاع پدر خانواده نیز وخیم گزارش شده است. آخرین خبرها حاکی است عامل این حمله که از محل حادثه متواری شده بود به زندگی خودش نیز پایان داده است. تاکنون هویت قربان این حادثه تلخ منتشر نشده. نیروهای هنگ مرزی ایران یک شهروند کردستانی را در حین کولبری در نوار مرزی بانه به ضرب گلوله به قتل رساندند. طبق اعلام کولبر نیوز این اتفاق دیشب در نوار مرزی هنگجال رخ داد. کولبری که جان باخته از یادگار رحیمی از اهالی بانه است. برخی منابع خبری میگویند در حمله مرگبار نیروهای حکومتی ایران چند تنی زخمی شدند از جمله دو کودک که مشغول کولبری بودند.
طبق آماری که کولبر نیوز جمع آوری کرده، در 6 ماه نخست سال جاری جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی شرق کردستان کشته و زخمی شدند. کشتار کولبران سال هاست که ادامه دارد. تاکنون هیچ مقام یا نهادی در ایران بابت این جنایت سازمان یافته حکومتی پاسخگو نبوده است. مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوق کارگران مجموعه شهرداری ایلام هنوز ادامه دارد. تعدادی از کارگران شهرداری ایلام در تماس با خبرگزاری ایلنا از عدم پرداخت دستمزد خود انتقاد کردند. ایلنا نوشته شماری از این کارگران روز گذشته با مراجعه به ساختمان دادسرای عمومی ایلام پیگر مطالبات معوقه خود شدند. به گفته این کارگران معترض، بعد از سالها خدمت در شهرداری ایلام از پرداخت به موقع مزایای خود محروم هستند و در حال حاضر پرداخت دستمزد 3 ماهشان به تأخیر افتاده است. آنها پیش از این و در تاریخ 6 آبان تجمعی مقابل ساختمان دادسرای عمومی ایلام برگزار کرده بودند، علی‌رغم وعده مسئولان، اما تاکنون مطالبه آنها بی پاسخ مانده است. یکی از این کارگران به خبرنگار ایلنا گفته در شهرداری ایلام شماری از کارگران طرف قرارداد با شهرداری و شمار دیگری تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند که همگی مشکل مشابه دارند. این کارگر با تأکید بر اینکه یکی از درخواست‌های ما این است در پرداخت حقوق یک نظم هماهنگ وجود داشته باشد گفت، یک کارگر حتی اگر حداقل مزد با تمام مزدی را هم دریافت کند باز نمیتواند زندگی خود را اداره کند، چه برسد به اینکه همسر و فرزند هم داشته باشد. بنابراین لازم از مدیریت شهرداری ایران نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران مجموعه شهرداری جدیت داشته باشد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان امسال تورم فصلی زیر گروه فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی به بالاترین سطح خود در 12 سال اخیر رسیده است. سایت اوکو ایران با استناد به جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نوشته در تابستان 1402 تورم تولیدکننده فصلی و نقطه‌ای بخش خدمات نسبت به فصل قبل کاهش یافته، در مقابل تورم سالانه این بخش ثابت و بدون تغییر باقی مانده. اما تورم تولید فصلی زیر گروه فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی به بالاترین سطح خود از سال 90 رسیده است. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه تولید خدمات حرفه‌ای و علمی در تابستان امسال بیش از هر زمان دیگری در بازه زمانی یاد شده افزایش یافته. نرخ تورم در تابستان امسال برای بخش خدمات برابر با 57% برآورد شده است. بنابراین تورم تولید نقطه‌ای بخش خدمات 4.9 واحد درصد نسبت به بهار کاهش یافته. از میان این زیر گروه های بخش خدمات، بالاترین تورم تولید نقطه‌ای مربوط به تأمین جا و غذا و پایین‌ترین سطح این نرخ برای اطلاعات و ارتباطات بوده است. برای مثال میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات جا و غذا در تابستان امسال 91.5% نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته. تثبیت تورم تولید سالانه بخش خدمات هم روی 58.8% است. این مسئله حاکی از آن نیست که تورم تولید سالانه بخش خدمات تغییر نکرده، بلکه نشان می‌دهد سرعت بالا رفتن آن ثابت مانده و دقیقاً به اندازه فصل گذشته افزایش یافته است. همچنین بر اساس این گزارش تازه مرکز آمار، بر اساس آورده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران در مهر ماه سال جاری به بالاترین میزان خود در 22 ماه اخیر رسیده است. وبسایت اوکو ایران نرخ تورم سالانه مهر را 54.8% اعلام کرد. پیشتر مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط مهر را 45.5% اعلام کرده بود. با این حساب نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی 9.31% بالاتر از برآورد مرکز آمار ایران است. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه را 54.3% گزارش کرده و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را 59.2% اعلام کرده است که اختلاف 1.15% را نشان می‌دهد. همزمان خبرگزاری ایلنا در گزارشی از تشدید کاهش قدرت خرید مردم خبر داد و نوشت بخشی از کارگران در نیمه دوم ماه تنها با یک تخم مرغ زندگی می‌کنند.
روزنامه جهان صنعت با استناد به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران که الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان را منتشر کرد نوشته رفاه ایرانیان افول کرده است. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی داده های هزینه و درآمد خانوار در مرکز آمار ایران که هر ساله از طریق نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه به دست می آید وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف کرده و تغییر ترکیب هزینه های مصرفی و درآمدی را نشان داده است. نتایج حاصل از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها نشان می دهد که در طول سال گذشته سهم مسکن و خوراک از کل هزینه ها افزایش یافته و در مقابل از سایر هزینه ها مثل بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک کم شده است، به طوری که بین سالهای 1396 تا 1401 حدود 10% مجموع هزینه های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده شده و در مقابل از سایر هزینه ها کاسته شده است. این موضوع به نظر می رسد نشان دهنده فشار اقتصادی ناشی از تورم گران شدن مخارج خانوار به خصوص کالاهای ضروری باشد. در حالی که برخی اقلام عرضه و تقاضای مناسبی دارند اما به همان نسبت قیمت ها صعودی شده و گویا تولید کننده به دنبال سود مورد انتظار در نیمه اول سال خود قرار است آن را در این بازه زمانی که بازار تقاضا افزایش یافته کسب کند. افزایش قیمت محصولات متناسب با سطح درآمد جامعه نبوده و از این رو بازار تقاضا در برخی اقلام ریزش 30 تا 50% داشته است. هزینه مسکن خانوار ایرانی را ملزم کرده تا حتی از بسیاری محتاج روزانه خود کم کند تا بتواند سایر بخش‌ها را پوشش دهد. بدین ترتیب است که میتوان نتیجه گرفت که رفاه شهروندان ایران افول کرده است. در حالی که کمبود کادر مجرب و بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان به یکی از مشکلات امروز در ایران تبدیل شده، یک نماینده مجلس از خروج 68,000 معلم بازنشسته از آموزش و پرورش خبر می‌دهد. محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس به رسانه‌های داخلی گفت در سال جاری برابر با میانگین یک سال و نیم سال گذشته در حدود 92,000 معلم بازنشسته شدند که 68,000 نفر از آنها از سیستم آموزش خارج شدند. وحیدی با اشاره به فرآیند جذب در دهه 90 گفت متاسفانه از سال 92 به بعد دانشگاه فرهنگیان که یکی از منابع تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند برای آموزش و پرورش کشور است کاهش جذب دانشجو داشت. همچنین ورود فارغ التحصیلان سایر دانشگاه از طریق مادی 28 دانشگاه فرهنگیان و گذراندن دوره‌های ویژه به سیستم آموزش مختل شد. علاوه بر این توقف تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در سنوات قبل که در قالب نیروی پیش دبستانی، سواد آموزی، حق التدریسی و غیره با آموزش و پرورش همکاری داشتند دلایل مهمی در کاهش میزان جذب معلم بوده. وحیدی افزوده امسال به دلیل عدم تحقق کامل رتبه بندی معلمان، پرداخت نامنظم و دیرهنگام حقوق و پاداش و اجرایی نشدن همسانسازی، شاهد عدم تمایل بازنشستگان به ادامه همکاری بودیم. وحیدی با از آن به کاهش جذب معلم مدعی شد دولت برای رفع کمبود نیروی انسانی در سیستم آموزشی شد اما به احکام بازنشستگی پیش از موعد برای بسیاری از معلمان معترض به وضع موجود تی سال گذشته اشاره نکرد و نگفت که سیاست های پاکسازی یا خالصسازی و حسب منتقدان سیستم آموزشی و دولت بخشی از دلیل بحران کمبود معلم و نیروی مجرب در سیستم آموزشی است. ادامه یکیوسک. جنگ خونبار میان اسرائیل و فلسطین و مرگ انسانهای بیگناه در حالی افکار جهانی را جریحه دار کرده است که تنها روایت غالب در دنیا برای حل این مسئله تاریخی تشکیل دو حکومت است. جنبش آزادیخواه کردستان اما از دریچه دیگری به موضوع نگاه میکند و راهکار دیگری خارج از محدوده دولتگرایی ارائه میدهد. بخشی از مقاله جمیل بایی رئیس مشترک شورای اجرایی کجکه در این باره. اینکه تشکیل دولت ملت برای فلسطینیان و یهودیان را تنها گزینه بدانیم قرائتی کاملا اشتباه و بی اساس است. رهبران با کاوش در ریشه های تاریخ از جمله در مورد مسئله عرب و یهودی خوانش جدید ارائه داده که فراتر از پارادایم دولت گرایانه است و
تحولات تاریخی را با الگوی سوسیالیستی بررسی می کند. مسئله تاریخی عربی یهودی در نتیجه توسعه تمدن دولتی پدید آمد. رهبر آپو به تفصیل به این موضوع پرداخته. بدون دانستن ماهیت مسائل نمی شود که راه حل های ارائه داد، زیرا که آن را عمیق تر می کنند. شبیه مشکل عرب و یهودی که تا به امروز هیچ روی کردی به غیر از روی کرد فعلی وجود نداشته. قدرت هایی که به عنوان دشمن مقابل یکدیگر قرار گرفتن توافق کردند که مسئله را با ذهنیت مدرنیته سرمایه‌داری و درک دولت ملت حل کنند. ولی چیزی که امروزه به عنوان مسئله اسرائیل و فلسطین با آن مواجهیم رویکرد دولت ملت‌گرایی است. رویکرد ایجاد دولت‌های ملی در جغرافیای باستانی که عرب‌ها و یهودیان در آن زندگی می‌کردند. بدون ترک این رویکرد حل مسئله ممکن نخواهد بود، چنانچه سایر مسائل خاورمیانه از جمله مسئله کردها هم همینطور است. درست مانند ظهور مسئله کردها، پیدایش مسئله فلسطین هم نتیجه سیاست‌های خاورمیانه مدرنیته سرمایه‌داری بود. در دوره منتهی به جنگ جهانی اول، رویکرد نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری به خاورمیانه برچیدن امپراتوری عثمانی و ایجاد دولت‌های ملی وابسته به خود بود. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، انگلستان و فرانسه جهان را تغییر دادند. نفوذ و کنترل انگلستان عمدتاً در خاورمیانه توسعه یافت و جغرافیای منطقه تا حد امکان به کشورهای وابسته تقسیم شد. از جمله کردستان بین چهار دولت ملی تقسیم گشت. با این کار از یک سو خلق کرد مورد نسل‌کشی قرار گرفت و از سوی دیگر دولت‌های ملی ترک، عرب و فارس وابسته پدید آمدند. نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری این روش را برای منافع خود مناسب می‌دیدند. کشتار و انحلال بسیاری از مردمان از جمله ارامنه و آشوری‌ها هم در این جریان و در نتیجه چنین رویکردی رخ داد. ظهور مجدد مسئله عربی یهودی و پیدایش مشکل فلسطین هم نتیجه این روند است. بدون شک هر کدام از آنها جنبه‌های منحصر به فردی دارند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 همزمان با توسعه مدرنیته سرمایه‌داری در اروپا، قتل عام یهودیان نیز افزایش یافت. در نتیجه ایده سکونت در خاورمیانه که آنها سرزمین باستانی خود می‌دیدند و ایجاد کشوری برای خود در آنجا در میان یهودیان شکل گرفت. یهودیان عمدتاً در دوره نازی مورد نسل‌کشی بزرگ قرار گرفتند. این درست و ضروری بود که از اروپا فرار کنند و به خاورمیانه بیایند، زیرا این امکان وجود ندارد که قوم یهود موجودیتش به عنوان یک جامعه را در خارج از خاورمیانه حفظ کند. علت این را رهبر آپو در تحلیل‌های تاریخی و اجتماعی خود توضیح می‌دهد. اما طراحی بازگشت قوم یهود به خاورمیانه با تمایل به ذهنیت ملت دولت‌گرایی به نتایج معکوس منجر شده. علاوه بر این، وجود قرائت‌های تاریخی مذهبی و قبیله‌ای باعث تعمیق بیشتر اختلافات شده. قوم یهود به دنبال غلبه بر مشکل هستی بود، ولی این دو عامل آن را به تجربه وضعیت خطرناک‌تری نسبت به قبل سوق داده. ماجراجویی تاریخی قوم یهود و روند نسل‌کشی که امروز مردم فلسطین در معرض آن قرار دارند، از نظر نشان دادن پیامدهای طرحهایی که با فکر دولتگرایانه انجام می شود آموزنده است. درست است که بگوییم یک نمونه است، زیرا شرایط بسیار دردناکی سپری می شود. یهودیان به خاطر قتل عام هایی که در اروپا متحمل شدند به خاورمیانه و سرزمین های فلسطین آمدند. دلیل اینکه یهودیان در معرض کشتار قرار گرفتند تمدن دولتگرایی بود. اکنون مردم فلسطین به دلیل مشابه در معرض کشتار و نسل‌کشی قرار می‌گیرند. این واقعا موقعیتی مثال زدنی است که باید یاد گرفت. احتمالاً هیچ رویداد تاریخی دیگری به اندازه این مثال آموزنده نخواهد بود. مصطفی کارسو عضو شورای اجرایی کجکه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی مدیا خبر منزوی سازی کامل رهبر اوجلان در زندان جزیره امراری را قریب 3 سال اخیر را بازتابی از سیاست های ترکیه دانست و گفت دولت ترکیه همزمان با سرکوب کرد سعی میکند رهبر آپو را به عنوان رهبر خلق کرد خاموش کند. مصطفی کارسو با بیان اینکه بخواهیم سیاست ترکیه در قبال کردها را بدانیم باید به امراری نگاه کنیم گفت
بر اساس سیاست نسل کشی که در دستور کار دولت ترکیه قرار دارد، نباید فرصت صحبت کردن به رهبرابو داده شود. این دلیل جلوگیری از ملاقات ها در امرال است. و این ضمن اشاره به کارزار جهانی آزادی برای اوجلان و راه حل سیاسی برای مسئله کرد، به بین المللی شدن ابعاد مبارزه کردها پرداخت و تصریح کرد. وقتی که مبارزه در این سطح گسترش می‌یابد، دیگر نمی‌توان رهبرابو را در اسارت نگه داشت. آنها هر کاری کنند، دیگر نمی‌توان قفل آن درها را بسته نگه دارند. آن درها باز خواهند شد و رهبرابو آزادی خود را به دست خواهد آورد. خرسو به برنامه راهپیمایی به سوی بندر جزیره امرالی در روز شنبه آینده اشاره کرد و ضمن دعوت از نیروهای دموکراسی خواه ترکیه برای شرکت در این راهپیمایی که هدفش تأکید بر لزوم گشایش درهای امرالی است، توضیح داد که مردم ترکیه بدون حل مسئله کردها روی دموکراسی به خود نخواهند دید، زیرا فاشیسم در ترکیه با سیاست نسل کشی کردها گره خورده است. Tabii büyük bir direniş veriliyor. اهالی شنگال ضمن خاکسپاری دو مبارز ایزدی که در حمله هوایی ترکیه جان خود را از دست دادند، در ساعت شب گذشته برای توقف این جنایت راهپیمایی کردند. دو روز پیش 13 نوامبر در سالروز آزادسازی شنگال از چنگ داعش، ترکیه خودروی سواری را هدف حمله هوایی قرار داد. دو مبارز یگانه‌ای مقاومت شنگال جان خود را از دست دادند و یک تن به شدت زخمی شد. آرگش فقیر و برخودان شنگالی دیروز طی مراسمی با ادای احترام دست جمعی به خاک سپرده شدند. یکی از فرماندهان یبشه به نام قندیل قیرانی طی سخنرانی در این مراسم به سکوت بغداد اعتراض کرد و گفت حمله هوایی ترکیه درست در مقابل مقر ارتش عراق تحت نظارت آنها رخ داد. در ساعت شب گذشته نیز ساکنین منطقه سنون شنگال که محل وقوع حمله بود با انجام یک راهپیمایی از دولت عراق خواستند سکوت مرگبار خود را بشکند. آنها بیاد شهدای شنگال شمع روشن کردند و شعار دادند که شهیدان نمی‌میرد. نایف شمو رئیس مشترک شورای اجرایی خودمدیریتی دموکراتیک شنگال در میان معترضان تأکید کرد که هدف از این حملات جلوگیری از بازگشت آوارگان ایزدی به شنگال است. او گفت مبارزان ایزدی که برای جلوگیری از تکرار نسل کشی برای دفاع از جامعه هیچ سلاح برداشتند، با همکاری خائنین هدف حملات دشمن قرار می گیرند. نایف شمو به خدمت کهن آیین ایزدی اشاره کرد و گفت جامعه ایزدی ها در مجامع بیرونی مورد معامله قرار می گیرند و ترکیه عملا کمر به نابودی ما بسته است. ما ایزدی ها حقوق مشروع خود را می خواهیم و آرمان ما شنگالی آزاد و خودمدیر است که از آن دفاع خواهیم کرد. اکنون لاوان محمدی از مرکز خبر آریا نگاه میاندازد به عناوین خبر و گزارش های رسیده به این مرکز. لاوان خسته نباشید. میگم ممنون آرام. بر اساس جلسه ای که دقایقی پیش در رابطه با اخبار مهمی که امروز بولتنهای خبری اونا تحت پوشش قرار میدن، خبرهایی که فعلا در بولتنها جای گرفته بدین شرحه که سالروز قیام خونین آبان 98 رو در واقع گزارش تهیه خواهیم کرد، سالروز شهیدان انقلاب ژنژیان آزادی که سال گذشته در چنین روزی به شهادت رسیدن، بیانیه کنفدرالیسم زنان کردستان در رابطه با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هستش، در رابطه با تداوم کمبود معلمان در شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان از جمله شهر سنه که انجمن صنفی معلمان استان سنه در واقع هر روز گزارش‌هایی در رابطه با مشکلاتی که در آموزش و پرورش این استان باش مواجه هستند رو میده که طی روزهای اخیر
در واقع به کمبود معلمان اشاره کرده و همچنین امروز به کمبود معلمان در سطح ابتدایی اشاره کرده و گفته که در برخی از مدارس حتی از بازنشسته ها استفاده می کنند و از این با احترامی که در واقع این انجمن به بازنشستگان داره، اما این مسئله رو نقد کرده که یک بازنشسته با سن بالا چطور میتونه که در واقع با دانش آموزان ابتدایی در واقع ارتباط برقرار کنه و به آنها آموزش بده. و همچنین در رابطه با اعتراضات کارگری در ایران و شرق کردستان، از جمله تداوم موافقات مزدی کارگران شهرداری ایلام و تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه آبادان، گزارشی تهیه خواهیم کرد از میلاد زهره‌وند که دیروز خبرش منتشر شد. دیروز در واقع میتونیم بگیم پریروز که حکم اعدام این جوان انقلابی از سوی قوه قضاییه رژیم ایران صادر شده، اما میخوایم به این مسئله بپردازیم که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه و همچنین دادستان همدان نامی از میلاد نیاوردن، فقط گفتن یک متهم در این رابطه به اعدام محکوم شده. در رابطه با تفکیک‌های جنسیتی در کتب درسی خبر تهیه خواهیم کرد و همچنین در رابطه با هدف رژیم ایران از حذف آیین‌های رسمی از تقویم مانند چهارشنبه سوری، روزنامه شرق گزارشی داده در رابطه با تخلف 10,000 میلیارد تومانی در بورس ایران در چارچوب کمپین آزادی برای رهبر اوجلان راه حلی برای مسئله کردها، در واقع گفتگوهایی که یا مصاحبه‌هایی که در واقع با شخصیت‌های اینترنشنال در رابطه که برای آزادی رهبران فعال هستند در بولتن‌های خبری هستش. وضعیت کولبران رو بررسی می‌کنه، همونطور که شما و بینندگان می‌دونن طی روزها و هفته‌های اخیر به شدت کولبران با هدف حملات نظامی رژیم ایران قرار گرفتن و میتونیم بگیم در این ماه قریب به شاید بگم دست کم 60 کولبر بر اثر تیراندازی و ضرب و شتم نیروهای نظامی در نواحی مختلف مرزی شرق کردستان یا زخمی شدن و یا اینکه کشته شده اند. و همچنین گزارش مرکز مطبوعات نیروی مدافع خلق رو در که روزانه در رابطه با مقاومت گریلای آزادی کردستان علیه حملات اشغالگران ارتش ترکیه در بولتن‌های خبری خواهد بود. ولی با تشکر از تو لاوان محمدی از مرکز خبر آریا. و در ادامه کیوسک، آموزگاران اقلیم کردستان که مدت هاست با تجمعات اعتراضی حقوقی صنفی و معیشتی خود را طلب می کنند، از تمام اقشار جامعه انتظار دارند که آنها را مورد حمایت قرار دهند. معلمان سلیمانی، حلبچه، کویه، گرمیان و راپرین به مدت 2 ماه است که کلاس های درس را به دلیل پرداخت نشدن حقوق 3 ماه اول سال جاری بایکوت کردند. آراب بکر، یکی از معلمان معترض به روژنیوز، میگوید که به تظاهرات مطالبه حقوقی خود ادامه میدهند و خیابان خانه آنها تا زمانی که به حقوق اولیه خود دست یابند. او میگوید مطالبه آنها در چند سال گذشته اشتغال بوده و نزدیک به 2 ماه است که برای احقاق حقوق خود به خیابان آمدند. آراب بکر از همه اقشار جامعه، کارمندان، خانواده های دانش آموزان میخواهد که از معلمان حمایت کنند. همین علی هم یکی دیگر از معلمان نیز میگوید مطالباتشان تغییر نکرده است. آنها خواستار جذب معلم، استخدام دائمی و پرداخت حقوق معوقه معلمان هستند. به گفته او اکثر مردم اقلیم کردستان به نوعی مشغول هستند و آنها را به مجموعی از موضوعات مختلف بند کردند تا به حقوقی که از آنها صرف شده فکر نکنند. شیار بن وطن نه الان هیچ کس یک دست به مفهر سرتا کنیم بده وقت مفکانی تریش که پیوسته لناوام هر مدا پیام بدری زور بده خواه زور به مفکان من دست یم بود راو و پیشه لکن بلان بشی هر زوری خلقی دکری بلم لانم دست صلات او بشه وگ لش شوکان فکری بند کراوا و نه هیلم بازنی کیم بودن او به بابتی دیادیا دنبست.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه طی یک ماه گذشته 55 بار مورد حمله قرار گرفتند. طبق اعلام سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، در این حملات 59 سرباز آمریکایی دچار جراحات جزئی شدند که همگی به خدمت خود بازگشتند. آمریکا که این حملات را به گروه‌های وابسته به حکومت ایران نسبت می‌دهد، تاکنون 3 بار به مراکز مرتبط با سپاه پاسداران و این گروه‌ها در خاک سوریه حمله کرده است. نیروهای هوایی آمریکا از جمله شامگاه یکشنبه گذشته 2 حمله علیه اهداف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام دادند. ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق سنتکام، می‌گوید این حملات برای ارسال پیامی روشن به ایران طراحی شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، در حملات هوایی روز یکشنبه به اهدافی در البو کمال و المیادین 7 تن از نظامیان نزدیک به حکومت ایران در سوریه کشته شدند. جنگ حماس و اسرائیل در 40مین روز خود ادامه دارد و اسرائیل برای جستجوی جنگجویان حماس بیمارستان غزه حمله کرد. پس از چند روز نبرد زمینی و خیابانی سخت در شهر غزه، برای نخستین بار ارتش اسرائیل حدود ساعت 2 بامداد امروز به وقت محلی به ساختمان شفا بزرگترین بیمارستان غزه هجوم برد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که شبه نظامیان حماس در زیر زمین این بیمارستان خود را مخفی کرده و از آن خواسته تا تسلیم شوند. گزارش حاکی است که تانک‌ها و کماندوهای اسرائیل وارد بخش اصلی اورژانسی بیمارستان شدند. به دنبال قطع برق بیمارستان به دلیل نبود سود، رسیدگی بیماران از جمله 36 نوزاد نارس بسیار مشکل شده است. مسئولان ناچار شدند این نوزادان را به دلیل قطع برق از آنکوباتور خارج کنند. پیشتر اعلام شده بود که تعدادی از این نوزادان جان خود را از دست دادند. با این حال دیروز زمزمه آتش‌بس موقت در غزه منتشر شد. روز 18 آبان واشنگتن پست خبر داد نخست وزیر قطر در دیدار با دیوید بارنیو رئیس موساد ویلیام برنز رئیس سازمان CIA درباره آزادی زنان و کودکان اسرائیلی در اختیار حماس در ازای برقراری آتش‌بس موقت و همچنین ارسال کمک‌های به نوار غزه به بحث و تبادل نظر پرداختند. واشنگتن پست در گزارشی جدید به نقل از یک مقام اسرائیلی هم خبر داد این کشور و حماس به توافقی برای آزادی حدود 70 زن و کودک گروگان گرفته شده نزدیک شدند. به گفته این مقام اسرائیلی نتیجه این توافق احتمال ظرف چند روز آینده اعلام می شود و طی آن گروگان ها در ازای زنان و جوانان فلسطینی زندانی در اسرائیل به صورت گروهی آزاد خواهند شد. بر اساس این گزارش اسرائیل به دنبال آزادی 100 زن و کودک گروگان است، اما حماس تمایل خود را برای آزادی تنها 70 نفر اعلام کرده است. ولی بینندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان کیوس که امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایین همراه ما بودید. بدرود.